از آنالیز و بررسی قسمت 15 سریال دفتر یادداشت تا رفع پام و معمای حل شده این سریال، از صوتی دفتر یادداشت در سکانس کودکی سیمین تا دروغ مادر منیر یا اشتباه و صوتی دیگر این سریال، از کشف رابطه محتشم با بیژن یا شمس تا ارتباط مادر غراب با مرگ برادر نازنین، از مادر رو ببین دختر رو بگیر تا زنده ماندن قاتل دور ببین شده، همه و همه در این قسمت از کانال 13. یاران و یاوران همیشگی کانال 13 سلام، آقا خیلی مخلصین، امیدوارم که هر کجا هستین خوب و خوش و بترکون باشین. من امینم و با یه ویدیوی دفتر یادداشتی دیگه از کانال 13 اومدم که این قسمت از سریال رو موشکافی کنم و از اتفاقاتی که افتاده بگم تا تئوریایی که ممکنه اتفاق بیفته. رفقا یه سری خبر این ور اونور به گوشمون میخوره که هفته دیگه قسمت آخر دفتر یادداشته. البته من بعید میدونم به خاطر اینکه این سریال اینقدر همه چیش حساب شده است که اگه هفته بعد آخرین قسمت بود تو تبلیغاتشون به یه نحوی میگفتن که قسمت 15 قسمت یکی به آخره. شما حتی اگه به تیزرهای هفتگی نگاه کنی میبینی که کلا برای هر قسمت تیزر متفاوت از سریال میسازن، نه اینکه یه تیکه از اون قسمت رو به عنوان تبلیغ پخش کنن. برای اینه که میگم همه چیش حساب شده است و فکر نمیکنم هفته بعد آخرین قسمت باشه. از یه طرف دیگه هم قبل از شروع این سریال تو خبرها اومده بود که دفتر یادداشت 20 قسمتیه. خلاصه که امیدوارم هفته دیگه قسمت آخر نباشه. هرچند که بالاخره دیر یا زود دفتر یادداشت تموم میشه و ما مخاطبای پرپاهورس این سریال بعد از تموم شدنش جمعه بدجوری نسخ این سریال میمونیم. واقعا اولین سریال ایرانیه که خود من رو خیلی درگیر خودش کرده. به هر حال امیدوارم با استقبالی که از این سریال شده و تجربه‌ای که توی فصل اول داشتن، عوامل حتما تو فکر ساختن فصل دوم باشن و ما رو خیلی منتظر نذارن. رفقا از قدیم گفتن تعریف از خود گندگویی نکنیم، اما واقعا نمیخواید یه آولی تو کامنت ها به ما بگین که اینقدر از تئوریامون درست از آب در اومد. پس یه آولی به لحن حمید کامنت کنید تا جیگر ما هم حال بیاد تو پل مغولا. آولی خلاصه که زنده بودن سیمین و حتی زنده بودن شعله یا خواهر برادر بودن بیژن و شعله و سری معمای دیگه ای که توی این قسمت حل شده بود و حدس می‌زدیم. آقا قبل از هر چیز جا داره تشکر ویژه کنم از اون دسته از عزیزانی که برامون تئوری‌هاشون رو می‌فرستن، حالا چه تو تلگرام یا اینستاگرام یا توی کامنت‌ها. مجدداً از خانم حسنی، لیلی خانم و البته یکی از رفقا که علاقه نداشت اسمی ازش ببریم و زحمت کشید و یه شجره نامه یا به قول خارجکی‌ها فامیلی تری فرستاد که حتما توی این ویدیو بررسی می‌کنیم و همه چی رو با رسم شکل توضیح داده این بنده خدا. خلاصه که دمتون گرم که هستین و اینقدرم دقیق و نکته بینید. اما بریم سراغ این قسمت که من به شخصه خیلی لذت بردم و به نظرم این قسمت همه چی تموم بود. یعنی دونه دونه معمایی که تو ذهن مخاطب شکل گرفته بود و به شیک‌ترین حالت ممکن داره حل میکنه. تو چند ثانیه اول این قسمت دو تا سورپرایز باحال داشت و به ثانیه با ذهن مخاطب، یعنی با ذهن من و شما بازی میکرد. شما به سکانس اول نگاه کن، سیمین افتاده به حالت خودکشی تا مخاطب میاد ببینه چیه، چی شده، جریان چیه، چهره روانگیز رو میبینی که خیلی پریشونه و اولین چیزی که به ذهنت میرسه اینه که روانگیز سیمین رو کشته. به ثانیه زهرا داوودنژاد چهرهش تغییر میکنه و با یه بازی درجه یک به یه چهره احمق تبدیل میشه و میگه من نمیتونم این کار رو انجام بدم. بیننده که هنوز گیج و منگه که داستان چیه، یهو سیمین از جاش بلند میشه و همه چیز تو این چند ثانیه روشن میشه. کل این اتفاقا هم توی کمتر از یه دقیقه اتفاق میفته. سکانس عمل مغز حمید هم درجه یک بود. واقعا چه طراحی صحنه خوبی، چقدر همه چی سورئال و باحال بود. خیلی خوب تو همین سکانس با رولت روسی اشاره‌ای به مرگ منیر کرد و انتقامی که حمید میخواد از شاهین بگیره. رفقا اون بابایی هم که روی تخت افتاده همون کارمند آسایشگاهی که خیلی هم توپل مپله. حالا دلیل این که حمید به جز شاهین و منیر اون کارمند آسایشگاه هم دیده، یا این پسر دستش با قاتل توی کاسه است، یا این که برمیگرده به قسمت یک که حمید به آسایشگاه حمله کرده بود که ایرج رو بدوزه. این بابا صدمه دیده بود و همونجا هم رو تخت خوابیده بود و مخ حمید همه اینا رو با هم دیگه قاطی کرده باشه. هیچ مشکل نداره. پسر مشکل دادی؟ نداره. اما تو این قسمت خیلی شیک و مجلسی نشون داد که سیمین زنده است و همه این ماجرا نقشه سیمین بوده. یعنی همونطور که حدس می‌زدیم سیمین برای اینکه بتونه حافظه ایرج رو برگردونه همه این نقشه ها رو کشیده. ایرج هم 5 سال پیش بعد از اینکه علی پسرش به قتل میرسه شوک میشه و دچار این بیماری میشه. حالا سیمین هم برای اینکه حال داداشش رو خوب کنه و هم برای اینکه کاراگاهی باهوشتر از ایرج نیست سعی میکنه که ایرج رو خوب کنه تا بتونه به کمک ایرج قاتل باباشون که شولست رو پیدا کنه. خلاصه که سیمین زنده بود و همه این برنامه‌ریزی‌ها با سیمین بود. رفقا یه سوال ذهن منو در
درگیر کرده. ببینم شما میدونید چرا اسم سیمین تو شناسنامه اکرم بوده؟ تو قسمت اول روی قبر سیمین نوشته بود اکرم مجد که حمید گفت توی شناسنامه اکرمه ولی سیمین صداش میکردین. واقعا هیچ چیز تو این سریال همینجوری نیست. من که چیزی به ذهنم نرسید ولی اگه شما تئوری راجع به دو اسم بودن سیمین داشتین بگین. قشنگ تا صحبت از سیمین یه چیزی بگم. از اونجایی که مخاطبای ما اکثرا مافیا بازن و اهل گیم شوهای مافیایی، میخوام یه مثال نقد برای ضرب المثل قدیمی مادر رو ببین دختر رو بگیر بیارم. خداییشونی که مادر یعنی آزیتا آجیان رو ببینه بعد بره دختر که ملیکا شریفی نیاز رو بگیره، صد سوخت داده، یعنی باخته شدید. یعنی این ضرب المثل مادر رو ببین دختر رو بگیر چرت محضه. خلاصه قدیمی هم هرچی میگفتن جدی نگیرید، بعضیاش به چختون میده. بگذاریم. خلاصه که سیمین تا حدودی موفق بود و تونسته با این نقشه حافظه ایرج رو برگردونه. اما طنز ماجرا اونجایی بود که وقتی ایرج همه چی رو فهمید، تنها مشکلش این بود که کلی کیس ازدواج از دست داده تا مخ زنشو که 30 سال پیش زده بود دوباره بزنه. آقا چقدر گفتیم شعله زنده است. خداییش خودمون رو پاره کردیم که این شعله قالتاق زنده است. تو این قسمت به زنده بودن شعله دو سه بار اشاره شد. یه بارش که سیمین به ایرج گفت اون کثافت دوباره به ما رو دست زد و با خودسوزیش ادگلمون کرد، یعنی اسکلمون کرد. یه بارم که با قبر خالی سر کارشون گذاشته بود. پس وقتی که میگه ادگلمون کرد یعنی خودسوزی الکی بوده. و این رفقا همه چی به کنار، همینجا خیلی ساده توضیح بدم که همون جوری که تو ویدیو قبلی گفتم، هم بیژن هم شعله قاتلن و با هم دیگه هم دستن. بیژن که تو قسمت 15 مشخص شد، شعله هم که معلوم شده بود زنده است. ولی برگردیم به قسمت 8. آقا دست شعله رو نگاه کنید که داره پیانو میزنه. معلومه که دست بیژن نیست و اتفاقا مشخصه که دست سوخته. یعنی شعله با اون خودسوزی دچار سوختگی شده ولی نمرده. احتمالا ما تو قسمت بعد تصویر صورت شعله رو با سوختگی میبینیم، یعنی یه تصویر متفاوت از شعله، چون دستش که معلومه سوختگی داره و همون نشون میده که شعله هم خیلی جاها تو قتلا دست داشته و شنل سیاه میپوشیده. علاوه بر اون تو همون قسمت هم که با ایرج صحبت میکنه صدای شعله است. تو این قسمت هم دیدیم که بیژن هم به بهانه سند منیر رو میبره خونه، حالا یا خودش یا شعله ترتیب منیر رو میدن و به احتمال خیلی زیاد منیر رو کشتن. اینکه منیر دوبار تا حالا لباس یا همون شنل سیاه رو پوشیده میتونه نشونه این باشه که یه جورایی کمک میکرده تو قتلا به بیژن و شعله. اما از وقتی که بیژن مامانشو میکشه شروع میکنه به باج گرفتن از بیژن که همه چیشو به نام منیر بزنه. بیژن هم تحمل نمیکنه، از ترس جونش خودش دست به کار میشه و منیر رو میکشه. اما معامله هایی که منیر با تیام خدا بیامرز داشته و چیزایی که به نامش زده فقط به خاطر همکاری های تیام توی قتلا بوده. پس منیر تو قتلا دست داشته یا حداقلش اینه که در جریان بوده. منظورم اینه که منیر بیخبر نبود و اتفاقا به قاتل کمک هم میکرده. قبل از اینکه بریم سراغ چند تا تئوری باحال، اول سوتی این سریال رو بگم. آقا اینقدر این سریال خوب و همه چیش دقیق و حساب کتاب شده بود که ما هرچی گشتیم سوتی پیدا نکردیم و این اصلا تو کتمون نمیرفت. یعنی شما بهترین سریال های دنیا هم نگاه کنی از توش یه سری سوتی در میاد. یعنی اصلا سریال بدون گاف که نمیشه، حتی درجه یک ترین سریال های دنیا. جدا از این که انگشت بیژن زیر دستکش توی یکی دوتا سکانس مشخص بود، یه سوتی تو بچگیه ایرج و سیمین دادن. رفقا چشمای آزیتا آجیان رو نمیدونم، سبز آبی خلاصه روشنه، ولی چشمای بچگیه سیمین اصلا روشن نیست و گویا حواسشون به این موضوع نبوده. بازم میگم از اونجایی که همه چی فیک شده است ما اینو اسمشو میذاریم سوتی، وگرنه تو سریالای عبدوخیاری دیگه از بس که سوتی میدن اینا اصلا قند و نباتن و به چشم نمیان یه همچین سوژه‌ای. تا حرف از سوتی یه چیزی میگم، ببینید این سوتی فیلمنامه است یا یکی اینجا داره دروغ میگه. رفقا دقت کرده باشین، مامان منیر وقتی برای حمید و ایرج از شمس و شعله تعریف میکرد گفت که پدر من منتقل شد به شهر دیگه و مجبور شد بچه ها رو بذاره پرورشگاه. یعنی امانی به خاطر انتقالی بچه ها رو میذاره پرورشگاه. پدر من منتقل شد به شهر دیگه بعد مجبور شد بچه ها رو بذاره پرورشگاه. اما تو قسمت 15 سیمین به ایرج گفت امانی بعد از مرگ مادرش بچه ها رو میبره پرورشگاه. آقای امانی بعد از مرگ مادرش شمس و شعله بچه ها رو میبره میذاره یتیم. پس اینجا دو تا روایت داریم، به گفته مامان منیر به خاطر انتقالی امانی و به گفته سیمین به خاطر مرگ مادر امانی مجبور میشن شعله و بیژن رو بذارن پرورشگاه. حالا یا سوتی فیلم نامه است یا اینکه اینجا یکی داره دروغ میگه. البته این احتمال وجود داره که مامان منیر دروغ گفته باشه و شمس اون لحظه تو خونه بوده، یعنی همون بیژن، و مادر منیر رو تهدید کرده که باید اینجوری داستان رو روایت کنی. طبق عکسای روی دیوار احتمالاً امانی اردیبهشت سال 1322 بچه ها رو میبره یتیم خونه. اما نکته‌ای که قابل توجه بود رمز گارصندوق بیژنه که 1302 بود.
بعید میدونم بیژن سال 1302 به دنیا اومده باشه. هم به خاطر اینکه جوون 20 ساله که نمیبرن پرورشگاه، هم به بیژن نمیخوره که 100 سالش باشه. اما حدس من اینه که مامان بیژن متولد 1302 بوده. اصلا قاتل شدن بیژن و شعله از بچگی هم به خاطر خیانتی بوده که باباشون به مادرشون میکرده. حتی شاید باباشون مادرشون هم کشته باشه. برای همین است که این دوتا بچه کمدو میندازن رو باباشون و اولین قتلشون رو اونجا انجام میدن. رفقا تا حالا 3 بار تو این سریال به دوقلوها اشاره شده. یه بار تو ماشین غراب، یه بار دو تا خواهر دوقلویی که یکیشون تو قبرستون بود و یکیشون برقکار بود و سومین بار هم تو قسمت 15 توی بیمارستان. احتمال اینکه یه دوقلوی دیگه این وسط باشه هم هست. مثلا حمید که خودش میگفت همه قول دارن فقط ما موندیم بیخود. راجع به عکسای روی دیوارم گفتیم، اینم بگم که اون مزاحمت خیابونی برای مردی که با لباس زنونه به خیابون رفته بود مرتبط با بیژنه یا همون شمس. بعضیا فکر کرده بودن که این عکس شاید به حمید ربط داره که کلا کنسله و مربوط به همون بیژنه، به خاطر اینکه سیمین یه همچین مدرکی رو از شوهرش که به دیوار نمیزنه پس مرتبط به قاتل بوده، یعنی همون شمس یا بیژن که اتفاقا از بچگی هم عادت داشته که باباش لباسای دخترانه تنش کنه و مثل دخترا بگردونتش. و اما شاهین، رفقا تو ویدیو قبلی گفتیم شاهین یه داستانی داره. حالا یه دختر محتشم یا خواهر ایرج به خاطر همون گهواره‌ای که تو خونه پدری ایرج بود. اما طبق یه تئوری جدید شاهین میتونه دختر شعله و بابای غراب هم باشه، رو حساب خلال دندونی که از غراب گرفته و مثل غراب از خلال دندون استفاده میکرد. و اما تئوری نسبتا قطعی که دارم و الان بهتون میگم. ببینید، طبق چیزایی که قبلا گفتم شعله و محتشم یعنی همون پیرمرد تو آسایشگاه با هم رابطه داشتن. حالا تو این قسمت با چیزایی که متوجه شدیم میشه اینطوری برداشت کرد که وقتی شمس و شعله توی یتیم خونه بودن، طبق گفته سیمین آقای پزشکزاد میاد و شمس رو به فرزند خوندگی میگیره و میبره فرانسه. یعنی شمس یا همون بیژن چند سالی توی فرانسه بوده. احتمال زیاد بیژن با محتشم توی فرانسه آشنا میشه و وقتی شعله از طریق برادرش بیژن میره فرانسه، همونجا تو پاریس به واسطه شمس با محتشم آشنا میشه و محتشم یه دل از صد دل عاشق شعله میشه. پس اون عکس محتشم و شعله است که تو بغل هم دیگه زیر برج ایفل عکس گرفتن. ماجرای سوت محتشم که آهنگ معروف شعله رم میزنه رم که تو ویدیو قبلی گفتیم، یعنی شعله یه آهنگ معروف لعنتی داره که اونو محتشم با سوت میزنه. جدا از اون ایرج هم همون آهنگو بلده و سیمین هم توی این قسمت همون آهنگو زد. یه تئوری دیگه هم اینه که محتشم پسر یا پسرخونده دیگه یا آقای پزشکزاد بوده باشه. به عکس خانواده پزشکزاد دقت کنید، علاوه بر شمس چند تا بچه دیگه هم هست. حالا اینکه تمام مال و اموال پزشکزاد به بیژن میرسه هم خودش جای سواله. یعنی احتمالاً شمس یا همون بیژن خودش آقای پزشکزادو کشته. دو ویدیو قبلی یه چیز دیگر رو هم بررسی کرده بودیم که ممکنه بیژن پدر بزرگ قراب باشه، اونم به این دلیل که طبق گفته صاحب کاباره بابای غراب زن داشته و زنش هم دختر یه آدم دمکلفته. آدم دمکلفتی که سنش به بابای مامان غراب بخوره یا بیژن یا محتشم. حالا اگه بیژن بابای همیران و نهالی یعنی مامان غراب باشه، امکان اینکه مامان غراب هم همدست بیژن باشه وجود داره. از طرفی برای اینکه غراب دنبال پروندهشون نره، خود غراب رو نکشتن. اینم میتونه نسبت فامیلی غراب و بیژن رو نشون بده. برای اینکه غراب از این پرونده بکشه بیرون، برادر نازنین رو میکشن که هم تهدیدش کرده باشن هم عروسیشو به هم بزنن. خلاصه که مادر شوهر بازی مامان غراب میتونه باشه این داستان. از طرفی مامان غراب رابطه نزدیکی هم با غراب نداره. ایناست که میتونه این تئوری هم به وجود بیاد که مامان غراب دختر بیژن باشه و بیژن هم با او بزرگ خود. حالا بریم یه نگاهی به شجره نامه‌ای که اون دوست عزیزمون فرستاده بکنیم و خیلی ساده نسبت‌ها برای کسایی که یه ذره براشون گنگ شده مشخص میشه. یه پدر مادر نامعلوم بودن که دو تا بچه به نام شعله و شمس داشتن که شمس همون بیژنه. شعله حمید و تیامو به فرزند خوندگی میگیره. حمید با سیمین که خواهر ایرج ازدواج میکنه. ایرج هم با روح‌انگیز ازدواج میکنه که ثمره این ازدواج نازنین و علی هستن. مادر غراب هم بعد از مرگ بابای غراب چند سالی عزب میمونه تا با یه پسر جوون به نام میشه ازدواج میکنه و شوگرش میشه. نازنین بعد از اینکه ازدواجش با غراب به هم میخوره با امیر میریزه رو هم و یه تیکاتاکایی با هم داشتن. امیرم برادر ناتنی لابیمن یا همون ناصر بوده و پسر زری که الان توی زندانه. مادر بزرگ توپل مپل امیرم که معرف حضور هست. این وسط بابای منیرم به مامانش خیانت میکنه و توی کنسرت با شراره آشنا میشه. از شجرنامه هم که بگذریم، برسیم به این که قبلا گفته بودیم صاحب یتیم خونه و آسایشگاه یکیه. رفقا تو این قسمت دیدین که سیمین به ایرج گفت وقتی پزشکزاد شمسو میبره فرانسه، شعله میمونه تو پرورشگاه و با 1000 تا عقده بزرگ میشه و بعدن همونجا براشون کار میکرده. پس شعله توی اون یتیم خونه کار میکرده و
برای همینه که به احتمال زیاد بیژن وقتی از فرانسه برمیگرده اون یتیم خونه رو میخره. راستینم بگم که خروس که تو پوستر قسمت‌های اولیه دسته ایرج بود تو این قسمت هم چندین بار دیدیمش. رفقا خروس تو گنجیابی نماد باروری و تولید مثله و به معنی رهبری یک جامعه هم هست. حالا اینکه منظورشون اینه که ایرج رهبر حل این معماهاست یا نه همون اولی که نماد باروریه، میدونم که میدونید خروس نماد خیلی زود باروریه، یعنی همون. بگذاریم رفقا، آخر این قسمت برخلاف خیلی سریال های دیگه بعد از چند قسمت که همه دنبال قاتلن، خیلی با آرامش و ملو میره رو تصویر بیژن که داره لاک میزنه و واسه خودش داره حال میکنه. خدایش خیلی اینجای کارم حرفه‌ای بود. به جای اینکه یه موزیک هیجانی با یه حرکت عجیب دوربین بخواد بیاد رو قاتلی که 15 قسمت مخاطب دنبالشه، یه دفعه خیلی بامزه یه پیرمرد رو نشون داد که داره لاک میزنه و یه موزیک خیلی حرفه‌ای که به این سکانس میومد پخش میشد. واقعا اگه غیر از اینم میشد از کیفیت کار کم میکرد، چون بالاخره مخاطب حدس میزد که بیژن میتونه قاتل باشه و اگه خیلی اکشن تصویر میرفت رو بیژن ضد حال میشد یه جورایی. خلاصه که سریال دفتر یادداشت اگه تموم شد واقعا باید چیکار کنیم؟ به جرات میتونم بگم تو این ژانر رو دست نداشته و اگه این سریال رو به جای فیلم نت نتفلیکس پخش میکرد، مخاطبای خیلی زیادی رو توی دنیا به دست میآورد. خب مرسی رفقا که تا این لحظه همراهیمون کردید. حتما نظرتون راجع به این سریال و تئوریایی که گفتم بنویسید. اگه خارج نشین از سین تنگ سفرموش نکنید. اگه داخل ایرانین لایک و کامنت و کلا هر جایی که هستی سابسکرایب و زنگوله رو هم بزن که تا ویدیوی بعدی ما کلی انرژی بگیریم. و مثل همیشه مراقب زیباییاتون باشید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.